یعنی آرش همه اون عشق و علاقه و حرفایی که به من میزد همه یعنی فقط منو به خاطر انتقام گرفتن از پدرش انتخاب کرد، یعنی فقط میخواست انتقام قتل اون دختره رو از باباش بگیره. انتقام هزار تا چیز دیگه. شب عقدتون گردن بنده رو یادت میاد؟ دادم بچت کمکت کنه که خودت زودتر بفهمی. کیمیا دیر شده. پاشو پاشو بگو اسناد کجاست. سلام آقا. کجاست؟ رفتم. کجا رفتم؟ با کی؟ همه پیش پای شما. کیمیا خانم ساگشو پرداشت رفت. آقا میدونستم منو داره میفرسته دنبال نقطی ها. هرچی زنگ زدم شیگه جواب نداد. کاری به راست و دروغش ندارم. خودت بیا بشین بگو ببینم چی بوده ماجرا. ای کاش قبل اینکه ناهید خانم میرفت همه چی ازش میپرسیدیم. میپرسیدین کیمیا خانم که حق داره چی کار کرده. میپرسیدین با فرزن اومده در کمد منو شکونده، تمام دار و ندار و اسناد مدارکمو برده. نو چیه؟ برو زنده، برو آماده شو بریم خونه. کدوم خونه؟ این چه حرفیه میزنی کیمیا؟ خونه خودت. این سوء تفاهم‌ها با حرف زدن حل میشه ها. سوء تفاهم سخت نگیر زنده، من دیگه به اون خونه بر نمیگردم. یعنی چی؟ نباید بذاری این چیزا زندگی تو خراب کنه که. من تصمیم خودم رو گرفتم، میخوام طلاق بگیرم. ببخشید گفتم شاید تو خونه غذا نباشه، یه خورده غذا آوردم. بله خوب شده. اما آره اون کتاب خوب چاپ این خیلی آره این خیلی خوب شده. نرگس جان چی شد خاله؟ چرا برگشتی؟ پاشو خاله، کار خودت زحمتشو بکش. چی شده؟ نمیدونم والا چی شده بود، از یه چیزی ناراحت بود، همینجوری ول کرد رفت درم باز گذاشت. کی؟ همین مهتاب خانم دیگه، مادر آرش. رفت؟ رفت. یعنی الان کیمیا تنهاست؟ داره. ببین خاله سفارش نکنم، ما قصدمون اینه که کیمیا امشب فقط تنها نمونه، همین. میدونم دخالت تو زندگی خصوصیش ممنوع، ولی خاله جان من باید به حرف دلش گوش کنم. به نظر من مشکل کیمیا خیلی جدیه. الان چند روز حالش بده، حرفم که نمیزنه، دانشگاه هم که امروز نیومده. میدونم ولی تو فقط گوش میدی. منم چند روز پیش یه تعدادی کتاب دادم بهش برای ویرایش، ولی اونا رو پس فرستاد با اینکه خیلی علاقه نشون میداد. منم فکر میکنم مشکلش جدیه. برو خاله زودتر. صابخونه کیمیا کجایی دختر؟ کیمیا سلام. سلام. در باز بود، بعد خاله گفت شاید چیزی تو خونه نباشه، برد شام فرستاده. دستتون درد نکن. خب من غذا رو میذارم اینجا تا سرد نشده بخور. من برم. خیلی ممنون. امروز هم دانشگاه نیومدی؟ آره من میرم دیگه. خداحافظ. کیمیا من قصد دخالت ندارم،
اما میدونم یه اتفاقی افتاده. امروز دانشگاه نیومدی، الانم که تنها برگشتی خونتون. من نمیدونم موضوع چیه. اگرم بدونم شاید نتونم کمکت کنم. حداقل کاری که میتونم بکنم که پیشت بمونم، تنها نباشی. کیمیا، قول میدم سوالم نپرسم. بمونم. چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ اگه خوب سرنوشت من اینجوری نمیشد. دلم بر بابام تنگ شد. بر سختگیریاش، بر نصیحت کردناش، بر قهرواشتیامون، بر مراقبتاش. دلم برش تنگ شد. ای بابام بیاد الان زندگی من رو ببینه، حال و روز من رو ببینه. قصه میخوره. کیمیا، وقتی بابات برگرده ببینه تو انقدر خوشبخت، خوشحال میشه، کیف میکنه. من خوشبختم. چقدر مامان من تلاش کرد که نظر من این اشتباه مردکی بشه. چقدر تلاش کرد. من رو سفیدشون نکرد. به خاطر این اشتباه هم هیچ کس رو نمیتونم سرزنش کنم. تقصیر خودم. کیمیا، با آرش دعوت شده؟ خب این چیزا طبیعیه، تو زندگی هر زن و شوهری پیش میاد. آرش، آرش آدم من نیست. آرش نرگس، من با آرش نمیتونم زندگی کنم. من اشتباه کردم. من اشتباه کردم. اشتباه کردم. سلام. سلام، چه خبر؟ آرش کجاست؟ در اتاقشون تشریف دارن. همه این ماجرا رو برام تعریف کرد. تو چه کردی؟ تو چطوری میتونی تو این وضع انقدر بخوری؟ بخورم تا به این میگی خوردم؟ اینجا قرار بود کلی مهمون باشه. حالا کلی غذای دست نخورده توی آشپزخونه است، داره خراب میشه. کجا داری میری؟ لابد گرفته خوابیده دیگه. نمیخوای بگی چی شد؟ بده چی شد؟ کیمیا نمیخواد برگرده. هر چی بگی حق داره. تو بایدم دفاع کنی. اصلا میدونی چی کار کرده؟ آرش گفت اسناد و مدارک و تحویل خواهرش داده. اگه منم جای کیمیا بودم برای فهمیدن حقیقت هر کاری میکردم. چرا شلوغش میکنی منو؟ چه تو که میدونستی من قبلا ازدواج کردم. بله بله میدونستم، ولی بقیهش رو نمیدونستم. تو اینم میدونستی؟ بله میدونستم، ولی به خاطر شازده پسرت در دهنمو بسته بودم. مامان بگو ببینم کیمیا چی گفته، حرف آخرش چیه؟ چی مالا حالش بده، نمیفهمه چی میگه. میخوام بدونم. بهش بگو چی گفته. کیمیا میگه طلاق میخوام. چی؟ میگم که حالش بده، نمیفهمه چی میگه. ولی تو میتونی باهاش حرف بزنی یا؟ هیچ کس نمیخواد باهاش صحبت کنه. خودش باید بپذیره اشتباه کرده، بیاد اینجا عذرخواهی کنه. همین. با گردن کلفتی قلدری مشکل حل نمیشه. من هر اشتباهی کردم مربوط به گذشتم بوده. کیمیا چی که هر چی بهش گفتم با این رویه‌ای که پیش گرفتی زندگیمونو به گند میکشی. حالا بگو ببینم اون اسناد دقیقاً چی بوده؟ اسناد الان مهم نیست، مهم گندیه که کیمیا زده. پس یه باره که بگو همه ما مقصریم دیگه. تو، خواهره تو، من نادون که واسطه این ازدواج لعنتی شدم. آرش، تو میدونستی که مشفق گفته اون دختره رو بکشن؟ مشفق دختره؟ کشتن؟ شما چی فکر میکنی؟ من شما ناراحت میشم که این سال از من میپرسی. چی فکر کردی رو من؟
ببینم اصلا از کجا معلوم فرزین هرچی گفته راست باشه. به به، هر دم از این باغ بری میرسه. هر بری هم برسه دودش فقط تو چشم من رفته آقا منوچه، فقط تو چشم من. برو بابا. بیچاره خواهر من مشکلاتش کم بود، کیمیا واسه شد قوز بالا قوز. مهری از این ماجرا نباید بویی ببره ها منوچهر. شنیدی چی گفتم؟ من و تو فردا میریم خونه مهری، هر جو شده کیمیا رو راضی میکنیم بیاد. منوچهر تو جواب بده، پاشو دیگه. الو، سلام. سلام مهری جان، حالت چطور خواهر؟ حالت خوبه؟ قربان ما کیمیا؟ نه الان نیستش. نه یعنی ببین یه اختلافی پیش اومده، خودم حلش میکنم. مهری جان من که چیزی ندارم از شما پنهون کنم. ببین مهری خانم گوش بده، رفته یه سر خونه خودتون اونجا یه سری بزنه. فهمیدی؟ همین. چرا میخوای بیای تهران؟ آخه چی نگرانت کرده که میخوای؟ باشه هر کار دوست داری بکن، پس به من ربطی نداره دیگه. خیلی خوب، پس خدافظ. خدافظ. کاری که میخواستی رو کردی. با این ادابازی هایی که جنابالی در آوردی، 10 دفعه بهش گفتیم تا حالا کیمیا نیست، کیمیا نیست، کیمیا نیست. خب نگران میشه دیگه، تا وقتی نبینتش همین جوری نگرانه. خب حالا اگه زنگ بزنه کیمیا بهش چی میگه؟ ببین فقط اینو بهت بگم، مهری اگر از ماجرا بویی ببره انگار که موش و آتیش زدی، همین جوری یه دفعه جلوت سبز میشه. گفته باشم حوصله هیچ کدومتون رو ندارم دیگه. حالا کجا میری؟ قبرستون. مهری جون برات چای بریزم؟ نه ممنون. بخور دیگه، خیلی خوشمزه شده. دستپخت خاله حرف نداره. جواب نمیدی؟ خود جواب بده. اگه آرش زندایی بودن بگو، یه چیزی بگو دیگه، من نمیخوام حرف بزن. بله. سلام مهری خانوم، من نرگسم. سلام نرگس جان، تو اونجایی؟ کو کیمیا؟ بله اومدم که کیمیا تنها نباشه. خیلی خوب، گوشی به دستش. بله چشش گوشی. نگرانش نکن. سلام مامان جون. کیمیا مامان جان سلام، معلوم هست آخه تو کجایی؟ چرا مگه چی شده مامان؟ نگرانت شدم قربونت برم، یه زنگی به منو خیلی نمیزنی. حالت خوبه؟ ببخشید من خوبم. شما خوبین؟ کامران، کیوان همه خوبن؟ اینجا همه خوبن. خوبه چند بار به خونتون زنگ زده باشم. کجا پاشدی رفتی؟ رفتی اونجا چی کار آخه؟ دیگه مامان اومدم یه سری به اینجا بزنم دیگه. تنهایی بدون شوهرت که بیام به من بگو چی شده. دلم براتون تنگ شده مامان. منم دلم برات تنگ شده. دایی منو چرا یه چیزایی به من گفته؟ فقط میخوام بدونم راسته یا دروغ. مامان میشه من بیام پیشتون؟ فردا میتونم یه بلیط قطار بگیرم بیام. خب معلومه که دلت نمیخواد به من بگی، من فردا خودم برم میفتم. نه نه نمیخوام زحمتتون بشه، من میام. زحمت چی مامان جان؟ وقتی نه منوچهر میگه چی شده، نه تو میگی چی شده، نه مهتاب میگه چی شده، خب من خودم مجبورم باشم فردا بیام پیشت دیگه. خیلی ممنونم. فردا من راه میفتم. خداحافظ.
سلام برسونی به همه. پس منتظرتونم. خداحافظ. بفرمایید. صبحونه بخوریم بریم که امروز 3 تا کلاس داریم. یکیش که خیلی واجبه. کیمیا یه لقمه صبحونه بخور دیگه. اشتها ندارم. بشین بشین. بفهمید دایی. آخه نمیگه ما نگرانت میشیم؟ شب تنهایی توی خونه میمونی؟ نه نرگس پیشم بود، تنها نبودم. چه وضعشو؟ من برم براتون چای بیارم. نه نمیخواد، خوردیم. بیا بشین. مامانت زنگ زد؟ بله. چی گفت؟ هیچی. تو که چیزی نگفتی؟ من چیزی نگفتم، به خاطر همین داره میاد تهران. یعنی چی؟ ببین همین الان میره بهش زنگ میزنی میگه همه این مشکلات حل شد. حل شد. اصلا نیازی نیست بیاد تهران. ببخشید دایی، کدوم مشکل حل شده الان؟ هر مشکلی باشه من حلش میکنم. هر مشکلی دیگه بیشتر از این؟ فکر نمیکنم در این یه مورد بتونیم کاری بکنه. بذار آخرش رو بهت بگم. آرش درباره گذشته زندگیش برات به یه چیزایی میگفته. خب نگفته. دنیا که به آخر نرسیده. ولش کن. همین. تو باید به الان زندگیت فکر کنی. اون رفته، گذشته است. به الانت، به امروزت، به آیندت. مسئله همینه دایی، من آیندهی برای این زندگی نمیبینم. عجب. دایی بگو تصمیمت چیه؟ من دیشب به زندگی گفتم. من باورم نمیشه کیمیا، تو خودت داری زندگیتو خراب میکنی. من زندگیمو خراب کردم؟ بذار یه جور دیگه باش صحبت کنم. نه تو صبر کن، من باید یادش بندازم. تو چطور همه مهربونیه آرش رو که در حق خودت و مادرت کرده فراموش کردی؟ چه ربطی داره زنده؟ تو همه فداکاریه آرش رو فراموش کردی؟ حالا چسبیدی به یه بهونه‌ای که نمیدونم گذشتش از من پنهون کرده؟ شما میدونین اون گذشته چیه؟ نمیدونین. آرش یه نامزد داشته باش ازدواج میکرده، به من هیچی نگفته. حالا اون نامزد توی تصادف عمدی کشته شده. اون تصادف به دستور آقای مشفق بوده. صبر کن ببینم اینا رو کی بهت گفته؟ اون دختره؟ فرزانه؟ خب معلومه میخواد آتیش بندازه تو زندگیتون، داره دروغ میگه. چرا؟ چه نفعی بر فرزانه داره که به من دروغ بگه؟ مگه آرش به این بهانه منو نبرد اونجا که بابام مریضه، بابام دم مرگه؟ آقای مشفق سرمو رو گنده سالمتر از من و شما اونجا نشسته. آرشم به من اصرار حتما اینو بذار سرت، اینو بپوش که چی؟ که منو شبیه اون دختر بکنه، ببره جلو باباش، به باباش بگه من تو روی تو وایستادم، من با تو مقابله کردم، من زیر بار حرفتو نرفتم، من با اون دختری که خودم دلم میخواد میخوام ازدواج کنم، نه با کسی که تو میگی. بدون اینکه بخواد فکر کنه شاید آقای مشفق همون بلا رو سر من بیاره. این چه حرفیه میزنی؟ حالا که این اتفاق نیفتاده، بعد خودت هم دیدی که آرش چه جوری ازت حمایت کرد، انقدر که مشفق نتونست بگه بالای چشمت ابروه. سنت یه جوری حرف میزنه که شما با ما اومده بودی. چه حمایتی از من کرد آرش؟ اصلا آرش کلا چه حمایتی از من میکنه؟ توی خونه هم من هر دفعه حرف از گذشتهش میزنم، حرف از خانوادهش میزنم، نتیجهشو که دیدین، تبدیل میشه به جنگ و دعوا و کتککاری. و بعدم اصلا من فقط مشکلم این چیزا نیست، دنیای من و آرش با هم فرق میکنه. من اینو از اولم گفتم. آرش مدل زندگیش یه جور دیگه هست. آرش همه کاراشو با دوز و کلک و حقوق بازی و زد و بند پیش میبره. این چه حرفیه میزنید؟ زنده شما اصلا آرشو نمیشناسید. شما با آرش زندگی نکردید. دایی با آرش داره کار میکنه. دایی خب بگین آرش چه جوری کارخونه رو دوباره راه انداخت؟ بگین چی کار میکنه آرش؟ خیلی خب دایی، چیز مهمی نبود که. ببین کل قضیه دو تا کلمه
آرش به بعضی از مامورای خرید یا اونایی که با ما مراجعه میکردن یا ما باشون کار داشتیم خود بیشتر میداد. خوبم میدم کار جلو میفته، چرخه کارخونه میچرخم، گفتم آره. بعد دیدم که یه خورده تو این فاکتورا ارقام زیادی بالا پایین میره، گفتم نه. خب این چه ربطی به زندگیتون داره؟ زندایی، منظور دایی اینه که آرش رشوه میده. این حرفا دیگه به آرش نمیچسبه. خب زندگی آرش داره همین کارو میکنه. آرش همه چیه زندگیشو با زد و بند پیش میبره، بعد همون اونو میاره تو خونه من. چجوری به زندگی من ربطی نداره؟ بابای من هم شرط شغلی داره که میتونست همیشه زد و بند کنه، رشوه بگیره، همه کار میتونست بکنه ولی نکرد. برای اینکه براش مهم بود ما با نون حلال بزرگ بشیم. من این شکلی بزرگ شدم. ولی آرش توی خانواده بزرگ شده که میزنن دختره رو میکشن. بعدم اینکه کیمیا حرفات قبول. همه این سوالا رو آرش باید تک تک جواب بده. بعد تصمیم بگیر. نه نه زندایی، من اصلا دیگه نمیخوام آرش رو ببینم. آرش تعادل روانی نداره زندایی، به خدا نداره. وقتی عصبانی میشه نه کنترل دستشو داره نه زبونشو. شما دیدین که سر خود من چه بلایی آورد؟ 10 برابر اونو سر خواهرش آورد. سر هیچی، سر اینکه دو تا سوال من از گذشتش کردم. من احساس امنیت باش نمیکنم. آرش معلوم نیست تو چه شرایطی بزرگ شده. شاید از باباش یاد گرفته، شاید من نمیدونم. من میترسم. من دیگه تو اون خونه بر نمیگردم. خیلی ممنون که تشریف آوردین. من فقط الان دانشگاه کلاس دارم، باید برم، دیرم شده، ببخشید. سلام. سلام. تو اینجا چی کار میکنی؟ اومدم کیمیا رو ببینم. کیمیا! حالا میفهمم چرا آرش نمیخواست بگه خواهری مثل تو داره، چون میدونه زندگیشو آتیش میزنی. آرش یه تنه زندگی همه رو به آتیش میکشه. چرا دست از سر آرش بر نمیداری؟ چی تو کلته؟ میخوای انتقام مادرتو از آرش بگیری؟ ما هممون قربانی مشفقیم. دست از سر عروس من و پسرم بردار. دوباره میخوای چه دروغی سر هم کنی؟ صبر کن، اصل مطلبی که میخوای بگی. چی صبر کنم اصل مطلب؟ مگه یادت نیست آرش چی گفت؟ این دنبال اموال آرش و باباشه، به خاطر همین داره این فتنه ها رو به پا میکنه. خانم انگار نشنیدی، میگه ما هممون قربانیم. کیمیا! بابا چی از جونم میخوان؟ یه عمره دارم بدبختی میکشم، به حق حقوقم برسم همش دروغ. چی شده؟ کیمیا اومدم یه چیز بهت بگم و خدافظی کنم برم. کاراتو کردی داری میری؟ کجا داری میری؟ ببین اون چمدونه که از خونتون بردم پر از کاغذ پاره بود، فقط اومدم بگم که اصلا از آب وجدان نداشته باش. آرشو بشناس، بفهم داری با کی زندگی میکنی. بیا برو از زندگی پسر من بیرون. خیلی خب، حالا پسرم بهش بگی فرزانه حقشو بالاخره ازت میگیره. یه روز میبینمتون، میگی فرزانه برو بیرون، به حساب همتون میرسه. دیدی کیمیا؟ دیدی سنگ خودشو بسیار. این اصلا واقعی بود یا علکی؟ آخه یکی باید تکلیف ها رو معلوم بکنه دیگه. چه تکلیفی؟ فقط آرش دروغ میگاره؟ یعنی چی؟ بابا اصلا کجا میری؟ کیمیا ببخشید، من نمیدونستم باید چی کار کنم. مجبور شدم برم تو آشپزخونه. خب ولی همه حرفاتون رو شنیدم. مهم نیست، دیر یا زود میفهمیدید که. میخوام یه چیزی رو بهت بگم. بگو. یادته خیلی عصبانی شده بودی از اینکه چرا پیمان مانع نشده بود که آقای مهدوی وکالت زن شهرامو قبول کنه؟ آره. ماجرا اونجوری نبوده که آرش واسه تو تعریف کرده. پس چه جوری بوده؟ من خودم دیدم زن تو دفتر آقای مهدوی بود. آقای مهدوی وقتی میفهمه که زن شهرام اومده دنبال کارای شوهرش، از پیمان میخواد که با آرش حرف بزنه. میخواد که یه جوری زن شهرام رو هدایت کنن دفتر آقای مهدوی. که چی بشه؟
خب اینجوری میتونستن تمام اطلاعاتون رو به دست بیارن، میفهمیدن زن شهرام چه مداری که توی دستش داره. پیمان اول مخالفت میکنه اما آقای مهدوی خیلی اصرار میکنه. پیمانم میره با آرش حرف میزنه، تمام ماجرا رو براش تعریف میکنه. ببینم، یعنی آقای مهدوی نمیخواست واقعا وکالت زن شهرام رو قبول کنه؟ معلومه که نه، اونا فقط میخواستن ببینن چه مداری که توی دستشه، همین. نرگس خب پس چرا به من نگفتی؟ کیمیا من نمیدونستم آرش ماجرا رو یه جوری دیگه واسه تو تعریف کرده. اون اصلا پیمان مقصر جلوه داده. خب من که خودم با آقا پیمان حرف زدم، کلی باش دعوا کردم، بهش گفتم که ما نمیخواستیم زندگی تو خراب شه. تو موقع تصمیم خودتو گرفته بودی. علم که زندگی من خرابتر شد. میدونی من به خاطر اون ماجرا چقدر از دست آقا پیمان دلگیر بودم؟ میدونی من چی فکر میکرد؟ میخوام آقا پیمان برم یه کاری بکنه. چی کار؟ میخوام وکالتمو قبول کنه. کیمیا الان وقت این تصمیم نیست، صبر کن بذار مامانت بیاد باش حرف بزنیم. اون موقع مامان من از اولش هم با این ازدواش مخالف بود. نگران نباش، اون با تصمیم من موافق. کیه؟ سلام. سلام دختر خاله. مبارک باشه. خیلی ممنون، خوش اومدین. شما اولین نفری هستین که اومدین اینجا. برات یه موکلم دارم. شوخی میکنی؟ ببینم شما اینجا منشی نمیخوان؟ چرا نمیخوایم، منشی هم میخوایم، فقط واسه یه چند وقتی بگذره من چند تا پرونده بگیرم، خرج خودم و اجاره اینجا رو در بیارم. چشم، منشی هم میخوام. انشالله. آقا مهدوی دیگه نمیاد اینجا؟ نه مواظب باش اونجا خیسه. نه دیگه با این موقعیت های کاری که برش پیش اومده واقعا دیگه فرصت وکالت نداره. دست در نکنه. تو چه خبر؟ چی اومدی برا؟ اومدی کمک؟ گفتم که برات یه موکل دارم. نه بابا بیا اینجا، بیا دیگه. چرا؟ چه چیکار میکنم؟ کیمیاست دیگه، از دانشگاه با هم دیگه اومدیم. دیشبم پیشش بودم، برگشت خونه شون. برگشت خونه شون یعنی چی؟ یعنی که مصمم از آرش جدا بشه. نمیخوای بپرسی چرا؟ زندگی اونا به من هیچ ربطی نداره. اتفاقا داره، چون میخواد تو وکالتشو برای طلاق قبول کنی. میبینی؟ اولین پرونده، اولین موکل. شوخیت گرفته؟ من هیچ وقت دخالت نمی کنم. دخالت کدومه؟ یکی میخواد تو وکالت طلاقشو قبول کنی. چرا من؟ چون تو وکیلی. آقا پیمان باید بشنوید چه اتفاقی بینشون افتاده. هیچ علاقه‌ای به شنیدنش ندارم. نمیدونی وقتی کیمیا فهمید که تو قضیه محبوب تو مقصر نبودی و آرش فریبش دادی چقدر ناراحت شد. میخواست بیاد ازت معذرت خواهی کنه. تو چی کار کردی نرگس؟ خب من جریان بهش تعریف کردم دیگه. با این وضعیتی که پیش اومده دلیلی برای سکوت و پنهانکاری نمیدیدم. خیلی بد کاری کردی. برای چی اصلا این موضوع رو کشیدی وسط؟ اونم وقتی این دوتا با هم اختلاف دارن. آقا پیمان کیمیا تصمیم خودشو گرفته، اون فقط به جدایی از آرش فکر میکنه. بی خود وقت خودتو اونو تلف نکن، من این کارو نمی کنم. اون اومده تو رو ببینه. ازش عذرخواهی کن،
اوضاع منو که داری میبینی؟ بعدم این دفتر هنوز شروع به کار نکرده. شما مگه دیگه با من کاری نداری؟ من برم به کارم برسم. خداحافظ. خداحافظ. همه واژه ها به نظرم پوچ و تو خالی میان. عشق، آرامش، خوشبختی. باورم نمیشه. اون زندگی رویایی که آرش به من وعده داده بود با پنهانکاریاش شبیه زندگی کردن توی دنیای ترسناک پر از فریب شد. حالا دلیل همه عجله و پافشاریش برای این ازدواج رو میفهمم. اگه بابام بود، اگه بابام بود هیچ وقت مجبور نمی شدم برای پیدا کردن یه تکیه گاه تن به یه ازدواج شتاب زده بدم. یعنی تقدیر من این تنهایی و سکوته. نمی دونم. نگرانم. می ترسم درخواست جدایی اشتباه بزرگتری باشه. یعنی هنوز راه برگشتی باقی مونده. باقی نمونده. این روزا همه زندگیم پر از نشونه شده. نشونه هایی که اگه چشمامو روشون ببندم میترسم تبدیل به گره کور بشن و دوباره به سراغم برم. میترسم. سلام علیکم. سلام. ببخشید من یه کاری باهاتون داشتم. من معذرت می‌خوام، یه خورده عجله دارم. بله میدونم که مشغول کار وکالت شدین. خیلی تبریک میگم بهتون. خواهش میکنم. نه هنوز که کاری رو شروع نکردیم. فعلا یه دفتری بوده، دفتر آقای مهتری، اون رو اجاره کردیم. بریم یه کارهایی انجام میدیم انشالله. آقا بیمان، نرگس گفت حاضر نشدیم وکالت منو قبول کنی. بله متاسفانه کاری از دست من بر نمیاد. میشه بپرسم چرا؟ راستشو بخواییم من تجربه کافی برای این امور ندارم. آقا فرمان، شما که تمام این مدت همکار آقای مهدوی بودی. بله ولی چطوری بگم، ببخشید اگه تو این قضیه من دخالت نکنم بهتره. ببخشید. اومدم وصلش بردم. یعنی چی؟ نمیخوای بگی چی شد؟ میخوام ببرمش خورمشه. فواد عامر از طرف من به کیمیا پیغام بدین برگره سر خونه زندگیش. من اونو میبخشم، اونو منو ببخشه. کیمیا سلام. کی اومدی؟ خوش اومدی. خوبی؟ 20 سال تموم با باباش زندگی کردم، دست رو من بلند نکرد با همه بگونه‌گویی که داشتیم. تو من شک ندارم یارو جاسوسه. حالا این کله کجان؟ نفسون پدر بزرگ ساله او برای نهر خیه. واسه چی تنها پا شدی اومدی اینجا؟ شوهره چرا باد نیومده؟ دستت دوباره رو کیمیا بلند بشه. پشت گوشتو دیدی بچه من تا آخر عمرت میبینی.
لحظه